سلام و درود بر بینندگان تلویزیون پارس، با امید و آرزوی سلامتی و سعادت برای همه شما عزیزان، آرامش و صلح و صفا و دوری از گرفتاری‌هایی که با کمال تأسف سراسر واقعا خاورمیانه و حتی میتونم بگم که بیشتر دنیا رو منقلب کرده این جریاناتی که اتفاق افتاده. مطالبی که امروز میخوام خدمت شما عزیزان عرض کنم، با اینکه برنامه هم برنامه پزشکیه، ولی با توجه به مسائلی که توی زندگی شخصیم در عرض یکی دو ماه گذشته تصمیم گرفتم که گوشه ای از ناگفته هایی رو که واقعا تا حالا صحبت نشده و مقدار زیادیش جز تاریخ جریانات قبل از انقلاب هست و خدمت عزیزان عرض کنم. به این علت هم اینه که من همطور که همیشه گفتم و خبر دادین که من بیماری سرطان پروستات از 2001 داشتم و همینطور کمافی سابق تحت درمانش هستم و الان هم یه درمان با به حساب در نوکلیر یا چیزهای اتمی هست به اسم LU-177 PSMA که خیلی چیز جدیدیه و فوق العاده به حال در چند روز اولش حتی هیچ کسی نمیتونه نزدیک من باشه، به خاطر اینکه ممکنه که اشعه‌ای که من میدم برشون ضرر داشته باشه. پس از اون به علت همین مسائل و مشکلات زیاد من یه مقداری یه حالت تقریبا بهش میگن TIA Transient Ischemic Attack یا مینی استروک خیلی کوچیکی کردم که خوشبختانه به اون صورت خیلی اثرات بدی نداشت، و تا اینکه همینطور باز این گرفتاری ها و این مسائل و یکی از اشتباهات بسیار بسیار بزرگی که هرگز فکر نمی کردم که به این صورت در بیاد، دیدن یک سری از این ویدیوهایی بود که اومد و جنایتهایی که در حق بشریت شده، حالا به هر صورتی که آدم فکر کنه، و این مسئله فوق العاده به من اثر گذاشت و ایجاد اشکالاتی کرد. و خب به هر حال آدم مسنی هم هستم، شرایط خیلی سلامتی خیلی خوبی هم ندارم، به همین دلیل یه مقدار قفس سینه‌ام درد گرفت، نفس تنگی داشتم و پسرم که دکتر قلب به مجرد که شنید اومد و بردن، و روز سه‌شنبه برای من استند یا همون به قول ایران که میگن فنر گذاشتن، و که خب خوشبختانه فعلا که نفس میکشم. ولی با توجه به که امکان این که آدم دیگه فردایی نباشه، تصمیم گرفتم یه سری از ناگفته هایی رو که وجود داره رو خدمت شما عزیزان و پیوندی رو که بین جامعه یهودی، چون من یهودی هستم که همه شما میدونید فامیلی من از و جامعه و ملت عزیز ایران که بیش از 2700 سال بوده، یه قسمتشو و این همبستگی رو براتون خدمتون عرض کنم. یکی از دلایل که اینو تصمیم گرفتم این بود که اخیراً این آقایی که خودش رو رهبر مسلمانان دنیا میدونه و آقای خامنه ای، ایشون فتوایی صادر کردن که تمام محصولات یهودی رو و هر چیزی در مورد یهودی هست بسی اینو طبیعتاً مسلمانان نخرن. در نتیجه این ایمیل برای من یه چیزی اومد و بعدم یه داروسازی که اینو دیده بود نوشته بود که خب در این صورت خصوصا خب این آقایون زعمای قوم خصوصا در جاهای مختلف
خب ما بودیم دیگه دیگه من به هر حال چندین سال در ایران کار میکردم و مریض میدیدم به هر حال و در قسمت های درمانی مملکت آشنایی داشتم تا حدود زیادی. اینا خیلی هاشون دوچار سوزاک و سیفیلیس و خیلی از بیماری های دیگه هستن که اینا اگر که لیست بسیار کامل اینا و کارهایی رو که توسط جامعه یهودی شده اینا شده نباید درمان بگیرن یا حتی تلفن دستی رو نباید استفاده کنن. این تلفن رو به هر حال یک کلمی درست کرده یا اینتل، گوگل، نمیدونم چیزهای خیلی خیلی زیادیه که امیدوارم اگه یه وقتی فرصتی شد اینو خدمت شما عرض کنم. در دنیا 14 میلیون یهودی هست و خب طبیعتاً مقدار خیلی بیشتری عزیزان موز برای که واقعاً مسلمانان. من دفعه پیشم خدمتون عرض کردم جامعه یهودی هر جای دنیا که گرفتاری داشته پناه می برده به جامعه مسلمان برای که نزدیکترین افراد بودن. من در شهر ناون به دنیا اومدم و تا کلاس هشتم که دوره دبیرستان بودم در ناون بودم. ما هرگز کوچکترین علامتی که خب من یهودی هم دیگرون مسلمانه رو ندیدیم. مدرسه ما که مدرسه کلیمیا مدرسه اتحاد بود 60% یهودی بودن و 40% هم از افرادی که خب بیشتر رؤسای که از خارج می اومدن به حساب رئیس شهربانی، رئیس دادگستری، رئیس دارایی همه اینا بچه هاشون بودن و بچه های خوانین بودن بچه های و خیلی از کسایی که شما در اینجا میبینید که میان حتی صحبت میکنن که از تقریبا 3 سالگی من و دکتر بهروز بیاد و بهروز بیاد که شما میبینین روی یک میز اونجا نشستیم و جالب اینه که در این مدرسه حدود واقعا شاید به ندرت 10-15% باشه که یا دکترها نگرفته باشن یا مهندس نشده باشن یا تاجر خوبی نشده باشن و این مسئله اونجاست. ولی چیزی که امروز خواستم خدمتتون عرض کنم ارتباط و رابطه ما به خصوص در دوره سال 57 یعنی 56 و 57 بود. سال 56 من در اون زمان هم بیمارستان مرکز پزشکی شاهنشاهی ایران که تعداد زیادی از پزشکای بسیار بسیار واقعا دانشمند خصوصا امریکا رو که در مراکزی مثل هاروارد و جان هاپکینز و استنفورد یعنی جایی نبودش که مرحوم عبدالحسین سمیعی که وزیر علوم و رئیس مرکز پزشکی شاهنشاهی ایران بودند این افراد رو جمع کرده بودند و در نتیجه چون ما بیمارستان میلاد رو که قرار بود ساخته بشه و پایش هم توسط دوره‌ای که ما بودیم پایش ریخته شد و بعدن ما که دیگه یعنی انقلاب شد و دیگه دست کسای دیگه افتاد. حضورتون عرض کنم در آن زمان 56 من متوجه شدم که یه مقداری مشکلات امکانات به حساب به اون صورتی که قبلا بوده وجود نداره و مسائلی پیش اومده. در زمانی که در حالا خیلی دیتیل اونا رو واقعا که از در منزل در قوم در منزل دم منزل مرحوم آیت الله شریعت مداری که انسانی بسیار بسیار شریف و وارسته ای بودن یه طلبه به حساب مسائلی شد و طلبه کشته شد و چند نفرم زخمی شدن که این زخمی ها رو با توجه به اینکه من
علاوه بر مرکز پزشکی از سال 1975 که در حدود میشه 53-54 اداره بیمارستان کانون خیرخواه، در اون زمان البته یه قسمتش هم به اسم کورش کبیر بود و الان به عنوان بیمارستان کانون خیرخواه دکتر سفیر شناخته میشه، اداره اونجا هم داشتم. با توجه به اعتقاد و اعتمادی که جامعه مسلمان عزیز، بازاریان عزیز و افراد به این بیمارستان داشتن، گروهی از اونا به من زنگ زدن، ملاقاتی داشتیم و گفتن بله ما 3 نفر هست و با توجه به اعتماد و اعتقادی که به جامعه یهودی داریم و میدونیم هم که شما، و واقعیت هم اینه که پزشک هرگز نباید فکر کنه که این مربوط به چه گروهیه، چه چیزیه، کاری که باید انجام بده باید انجام بده، شما اینا رو درمان کنید. ما اینا رو به هر صورت درمان کردیم و رفتن. پس از اون روز 17 شهریور من باز در اون جمعه در بیمارستان مرکز پزشکی که در اون زمان بیمارستان ایران شهر رو ما اجاره کرده بودیم برای مرکز و من اونجا رو اداره میکردم، سرپرستار و مدیر داخلی ما شادروان خانم فرنگیس حسیدیم خبر دادن که بیان که ببینین که همینطوری دارن زخمی و اینا به طرف ما میارن. من بلافاصله با راننده رفتیم و دم مجلس که دیگه نذاشتم من پیاده شدم و رفتیم و به هر حال گروهی که اونجا بودن شروع کردن به درمان و بقیه پزشکارم توسط آمبولانس به بیمارستان آوردیم و حدود 67-68 نفر بیماری رو که مصدوم شده بودن از میدون جالب اونجا آوردن و 4 نفرش هم به بیمارستان سوم شعبان. خوشبختانه ما کوچکترین به حساب مرده‌ای نداشتیم، چیزی رو نداشتیم و مرده‌ای رو در بیمارستانمون هم نیاوردن که کسی فوت کرده باشه در اون زمان. اگر خاطرت عزیزان باشه پس از اون خب زندان ها رو باز کردن و خیلی از افراد اومدن بیرون، از جمله مرحوم آیت الله طالقانی، آیت الله منتظری و خیلی دیگه از همین آقایون از زندان آزاد شدن. چند روزی نگذشته بود که من در مرکز پزشکی بودم در بیمارستان ایران شهر که یکی از خواهر یکی از پزشکان که اونجا همکار عزیز بنده بودن اومدن و گفتن که شادروان آیت الله طالقانی و عدی برای این کاری که شما انجام دادین تصمیم دارن که بیان به دیدار بیمارستان. طبیعتا من عرض کردم که نخیر، ما خدمت ایشون میرسیم و من به اتفاق شادروان دکتر هوشنگ ملمد و پرویز که حالا لازم نیست که شاید مشکلی خدایی نکرده برایشون کسی ایجاد نشه، 3 نفری در منزل آیت الله طالقانی رفتیم که در اونجا مرکز اصلی تمام اتفاقات بود و تمام آقایون علما و بقیه همه اونجا تشریف داشتن، از آیت الله بهشتی، آیت الله مهدوی کنی، آیت الله امامی کاشانی و خیلی کسای دیگری که خب البته در اون زمان من اونا رو نمیشناختم و بعدن با همگی آشنا شدم. پس از اون خب با توجه به این که شخص بزرگواری مسئول اداره همون دفتر شادروان طالقانی بود و یکی از مؤثرترین افرادی بود که انسانیتش به نظر من غیر قابل تصور بود، این آدم شخصی شادروان احمد علی بابایی که اونجا رو اداره میکردن و البته آقای رضایی، آقای احمدزاده، مرحوم شانه‌چی و خیلی افراد دیگری که یکی از اون افراد دیگری هم که اونجا بودن که بعدن من البته
خدمت شما عزیزان در چند تا مصاحبه عرض کردم که چطوری عطا آیت الله طالقانی رو کشتن. به هر حال پس از اون ما با بزرگان قوم خودمون شادروان آیت الله هاخام یدیدیا شوفت بزرگ جامعه ما و پسرشون که الان رهبر مذهبی ما هستن راب داوید شوفت، شادروان حبیب الغانیان، دکتر حبیب کرمانشاهچی و خیلی افراد دیگه تصمیم گرفتیم که با توجه به دستورات تورات که هر ما در هر کشوری زندگی میکنیم باید تابع مردمی باشیم که هر چیزی رو که میخوان ما هم همونا رو بخوایم. یعنی ما خودمون به هیچ وجه جبهه‌ای در مقابل مردم نباید بگیریم و به همین دلیل ما اعلامیه‌ای نوشته شد که این اعلامیه در منزل یکی از عزیزان نوشته شد، حالا اصلا میتونم بگم در منزل دکتر کرمانشاهچی و شادروان مهندس شادروان کسانی که در اونجا بودن که البته دکتر ملحمد بودن، همون پرویز بود و به هر حال افراد دیگری بودن که شاید خانواده‌شون نخوان اسمشون گفته بشه و یه اعلامیه در جهت همبستگی جامعه یهودی با ملت ایران نوشته شد و به دفتر شادروان طالقانی شاید 30 نسخه بیشتر داده نشد، ولی در اون زمان شاید بیش از 1,000,000 فقط در بهش زهره و جای دیگه بود. تمام روزنامه های اطلاعات و کیهان و آیندگان و همگی هم اینو چاپ کردن و از اون زمان ما ارتباطات بسیار نزدیکتری رو با این افراد و افراد دیگری که علاوه بر اینا با افراد ارتشی حکومت نظامی، شادروان رحیمی که شوهر خانم منیژه رحیمی بودن که از دوستای بسیار بسیار خوب بودن و خب من از قبل میشناختم ایشون به دلیل اینکه آشنایی داشتم از قبل باشیشون، ما بیمارستان این دو تا بیمارستان مرکزی شده بود که از همه کس و از همه جا بیمار می آوردن و ما اعلام کرده بودیم که ما هیچ کاری نداریم، هر کسی که بیاد ما این بیمار رو میپذیریم و به هیچ وجه هم ما کسی رو به کسی تحویل نمیدیم. کما اینکه در اون زمان موقعی که یه تصمیم کش یکی از افراد توی بازار یه نفر رو کشت، اون تصمیم کش رو آوردن چون زخمی بود آوردن به بیمارستان و اینو بسته بودن به تخت و غیره و به هر حال با توجه به اینکه از نظر طبی و از نظر پزشکی این کار درست نبود، با صحبتی که با افراد شد این مسئله هم حل شد و بعدن چون بیمار احتیاج به عمل جراحی مغز داشت و ما امکاناتش نداشتیم به بیمارستان پهلوی فرستاده شد. در تمام این دورانی که من در این دوتا بیمارستان کار میکردم، کما اینکه افرادی که در جنوب تهران کار هستن میدونن که تقریبا 99.9% از خدمات بیمارستان کانون خیرخواه و دکتر سپیر به افراد غیر یهودی داده میشد چون افراد یهودی رفته بودن در اون محله نبودن و واقعا بسیار بسیار مؤثر بود در بهداشت و درمان اون منطقه. پس از اون خب ما یه مشکلی که پیدا کرده بودیم، گاهی این گروه میمدن که چرا این مریض آزاد نمی کنی، اون گروه میمدن که چرا این مریض رو به ما نمیدی، اون یکی میگفت که چرا به ما نمیدی، باز هم با مشورت بزرگان خودمون همین شادروان هاخام یدیدیا شوفت و
همینطور شادوان و حبیب الغانیان که واقعا عاشق ایران و ایرانی بود و واقعا جونش هم برای اینکه والا امیدوارم که به اون اگر یه زمانی رسیدم خدمتون تعریف کنم که به چه علاقه ای با اینکه همه بهش گفتن نیا گفت من اومدم بزرگترین پرس آلومینیوم هم آوردم و باید در ایران باشم. به هر حال اینا به من دستور دادن که اعلام کن که این بیمارستان، اول اونا گفتن و بعدم من بیمارستان مرکزم با توجه با پزشکان که صحبت کردیم قرار شد که در اختیار هر کسی که نیازمند باشه، چه ارتشی باشه، چه انقلابی باشه، هر کسی باشه بیاد و ما به هیچ وجه این افراد به دیگری ندیم. در همین موقع با توجه به مذاکراتی که و من ارتباطاتی که مرتب با دفتر شادوان طالقانی و مرحوم آیت الله طالقانی و مرحوم احمد علی بابایی و غیره داشتم، اونا پیشنهاد کردن که ما دوست داریم که یک دفتری گروه امدادی رو برای مردم تشکیل بدیم. بازم اونجا با مشورتی که و با دستور همین افراد یهودی به من دستور داده شد که حتما این کار باید انجام بگیره، علاوه بر بیمارستان کانون خیرخواه ما یک مرکزی رو در بغل مرکز پزشکی شاهنشاهی که یک مرکز اداری خالی کردیم و در اختیار گروه امداد گذاشتیم که خانم دکتر وحیده که دختر آیت الله بودند که داروساز بودند و پسر عزیزشون دوست بسیار عزیزم مهدی و تعداد زیادی دیگه از افراد در اونجا اومدن و اگر مسئله بود، کمکی بود، لازم بود در هر جا می آوردن و وجدانن میتونم به جرئت بگم که این گروه هرگز دشمنی با افراد دیگه نکرد و گرفتاری دیگر ایجاد نکرد. خب همونطوری که عرض کردم همیشه رابطه بسیار بسیار نزدیک بین جامعه یهودی و جامعه مسلمان بود، افراد بازاری ها. در اون زمان حاجی مانیان و گروه دیگه از بازاریان یک دسته گل بزرگی رو از طرف آیت الله خمینی برای بیمارستان کانون خیرخواه آوردن و تشکر از این که خدماتی رو که این بیمارستان به مردم ایران کرده رو اعلام کردن. و خب پس از اومدن آیت الله خمینی و پس از 10 روز که مسئله حکومت نظامی رو شادروان بختیار از 4 بعد از ظهر اعلام کرد، با کمال تأسف فردوست و قره‌باغی و مقدم با هم دیگه نشستم و برخلاف بسیاری از افراد دیگه گفتن ارتش و کاری به این کارا نداره و این افرادی هم که با اینا صحبت کرده بودن و قول داده بودن که ما به ارتشی و کاری نداریم و که بعدن گفتن خودعه کردیم، همطوری که خود شما میدونین، و واقعا با اینکه اونا قدرت اینو داشتن که همون شب هم کودتا کنن و کاری رو انجام بدن، اونا هم هیچ کاری رو انجام ندادن و در این زمان خب به من دستور دادن که 2 تا بیمارستان و تمام گروه و تمام کارمندا و دکترا رو در بیمارستان نگه داریم که ما همین کارو کردیم و اگرم زخمی چیزی بود یا مسئله بود می آوردن. کشتهایی رو که آوردن در بیمارستان خدا رو شاهد می گیرم 90% از فقط گارد بود، 10% هم از افرادی بود که با کمال تأسف افراد خودشون هم دیگر زده بودن و به هیچ وجه ارتشی ها کسی رو نکشتن. در این زمان خب وقتی که شروع کردم به گرفتن یه سری از افراد، ساعت 12 شب بود که شادروان احمد علی بابایی به بیمارستان اومد و با حالت بسیار بسیار
زیاد قلبش هم گرفته بود، حالش هم خیلی بد بود که خیانت شده. ما قول دادیم به مرد، به اینا که کاری با کسی نداریم، کشت و کشتار نمیشه. بزرگترین چیزی که هست به افرادی که شاغل بودن ما کاری نداریم، این چیزها نداریم. و این مسئله بسیار ناراحتشون کرده بود. و فردا ساعت 11 صبح شادروان آیت الله طالقانی به بیمارستان اومدن و ایشون هم به همین صورت گفتن. و اگر خاطرتون باشه که ایشون قهر کردن از اینکه این اتفاقات افتاد و دیگه به اون صورت در شورای انقلاب و خیلی چیزا دیگه دخالت نکردن و اگر هم در مجلس بود در روی زمین می نشستن. چیزی که بسیار بسیار مهمه، ارتباط فوق العاده زیادی بود که بین جامعه یهودی و افراد جامعه بود. مردم ایران حافظ جون و مال جامعه یهودی بودن و بقیه، یعنی اون آدما بودن که کمک میکردن، اون آدما بودن که همون کسایی که ما بهشون لات میگفتیم با شرفترین آدمای روی زمین بودن، آمدن دور تا دور بیمارستان گرفتن که نکنه کسی جسارتی و کاری رو در مورد افراد بیمارستان انجام بده. ولی این افرادی که با کمال تأسف ایرانی به نظر من، حتی اگر ایرانی بودن، خب در فلسطین و لیبی و سوریه و لبنان و عراق و جای دیگه به هر حال اینا تربیت شده بودن برای اینکه بتونن آدم کش باشن. این گروه آمدن و اون جنایاتی که شب اول انقلاب اتفاق افتاد و افراد بیگناهی رو مثل شادروان نادر جهانبانی، مثل واقعا همین افراد دیگه، خدا رو شاهد میگیرم این چیزایی که عرض میکنم به هیچ وجه جبهه‌گیری نیست، ولی تیرها در اون زمان فقط به قسمت‌های پایین زده شده بود، به طوری که یه بچه 5 ساله که در اونجا بوده به شکمش تیر خورده بود که باز شادروان دکتر همتی، سعید همتی بیش از 2 ساعت و نیم زحمت کشیدن تا این جوان زنده بود، که تا اواخری که ایشون زنده بودن خانواده اون شادروان که میوه فروشی بود در میدون 25 شهریور اون موقع که حالا نمیدونم، با ایشون و با من ارتباط داشتن و همیشه لطف میکردن به ماها. پس از این داستانا که خب طبیعتاً من در مرکز که بودم تمام کارمندا رو جمع کردیم و گفتیم الان وقتشه که شما فردی رو که خودتون دلتون میخواد انتخاب کنین برای اداره بیمارستان مرکز. و مرکز با لطف و مرحمت تمام کارمندان، پزشکان و پرستاران، به اتفاق مجددا من به این سمت ابقا شدم و طبیعتا بیشتر کارهایی که لازم بود در اون مورد انجام میگرفت. اتفاقاتی که افتاد و کشتاری که شد، کم میتونم به جرئت بگم که به خاطر ارتباط بسیار نزدیکی که بین جامعه یهودی و ملت ایران بود، جامعه مسلمان ایران بود، بازاریای ایران بود، تعداد افرادی که از جامعه یهودی خب صدمه دیدن بود، کسایی مثل حاجی حبیب الغانیان و چند نفر دیگه، دانیالپور و غیر و خیلی کسایی که بدون دلیل کشته شدن، ولی خب خیلی آدما زیادی واقعا صدمه ندیدن. و طبیعتاً جامعه یهودی هرگز حاضر نشد که کاملا مثل تمام کشورهای مسلمان دیگه ایران رو ترک کنه. من اولین مسئله ای که این مسئله تبعیض رو دیدم در زمانی بود که من اصولا کارمند سازمان ذوب‌آهن بودم، شرکت ملی ذوب‌آهن ایران بودم.
مدتی مأمور خدمت در وزارت بهداری که امور بیمارستانی رو اداره میکردم و بعد از اونم در مرکز پزشکی آقای مهندس آشتیانی که شده بودم مدیر عامل به جای شخص بزرگواری مثل دکتر امیرعلی شیبانی، شادروان مهندس نج و مهندس بیات، پرویز بیات، دکتر محمودی و خیلی مهندس شاکری، مهندس اکبری، انسان‌های بی‌نظیری ایشون اومدن و اولین چیزی رو که گفتن مهندس دانشراد که قائم مقام زوبان بود و کارهای بسیار بزرگی کرده بود، زوبان اصفهان رو آغاز کرده بود و یکی از پاکترین انسان‌هایی بود که البته اون مهندسی که خواستم بگم حالا چون اسمشون الان آوردم، ایشون در نوشتن اون متن که جامعه همبستگی جامعه، ایشون در اونجا تشریف داشتن و در اون نوشته دخیل بودن. پس از اون زمانی که من خب مشغول کار بودم در مرکز و طبیعتاً تا اونجا هم که بود بیشتر به بیمارانی که میرسیدیم و تمام خیلی از بیماران ذوب‌آهن و در اونجا درمان میشدن که البته با قراردادهایی که بسته شده بود مجانا نبود، پولشون هم پرداخت میکردن و خیلی هم راضی بودن همگی. ایشون بنده رو صدا زدن و گفتن که طبق بالاترین دستوری که از طرف مقامات بالا اومده، چون شما یهودی هستین ما شما رو باید اخراج کنیم. و در اون زمان مدیرانی که در اونجا بودن مثل مهندس اکبری، مهندس شاکری و خیلی از افراد دیگه شروع کردن به فریاد زدن که آقا این چه کارایی کرده، چطوری بوده به هر حال. و واقعا من افرادی که در ذوب‌آهن با من توی سنگرود ذوب‌آهن معدن بودن مثل خانواده خودم بودن، افرادی که تو ذوب‌آهن بعدن در مرکز کار میکردم و اونجا رو به حساب قرارداد و غیره رو نوشته بودم، همگی هنوزم که هنوزه عزیزترین عزیزان من هستن. به هر حال بنده رو به عنوان یک یهودی از ذوب‌آهن اخراج کردن، ولی خب طبیعتاً افراد مرکز به من با دستور دادن که بمونم، ولی بعد از چند ماه احساس کردم که یه مقداری افراد مذهبی و افراد دیگری دارن دخالت در امور داخلی بیمارستان میکنن و یک معاونی انتخاب کردم، دکتر رضایی که شنیدم متاسفانه فوت کردن و تمام اختیارات رو به ایشون دادم و رفتم و یه مدتی اصلا دیگه خودم رو آفتابی اونجا نکردم و دیگه طبیعتا در اون کار نمی کردم، فقط در بیمارستان همین کانون خیرخواه. چیزی که حضورتون عرض کنم اینه که این داستانی که همگی فکر میکنیم که یهودی و مسلمانی در ایران بوده، واقعیتش نیست. فقط یه عده‌ای از این افرادی که برای سوء استفاده از این داستانا و تحریک کردن مردم اینا از سوء استفاده کردن. شما الان ملاحظه بفرمایید چطوری مردم عزیز ایرانو این افراد واقعا کشتن، چششون در آوردن، بلایی سرشون که آوردن که بیشتر این افراد وقتی که اومدن بیرون با کمال تأسف خودکشی کردن و یا اینکه با دواهایی که بهشون داده شده بود که متاسفانه خیلی ها در این مورد نفهمیدن که افرادی که از زندان میان بیرون بلافاصله بایستی تاکسیکولوژی تست واسهشون بشه که ببینن چه چیزایی بهشون دادن، چون بعد از که میان فوق العاده واسهشون خراب، ناراحتی‌های مختلف دارن و میبینیم که چه اتفاقایی افتاد. باور بفرمایین، اطمینان خاطر داشته باشین، افرادی که این افراد اون جوانان رشید و عزیز ما رو کشتن، افرادی که چش اینا رو کور کردن، افرادی که اون اذیت و آزارهای جنسی رو رسوندن، اون کتک، این افراد افرادی نیستن که در داخل ایران بزرگ شدن و تربیت شدن، این افراد افرادی هستن که در جای دیگه تربیت شدن، کما اینکه
شما این داستان کشت و کشتار رو دیدین و الان هم شما دارین میبینین، همه عزیزان دارن میبینن، که با توجه به این که من به هیچ وجه قصد دفاع از کارهایی که اسرائیل میکنه یا کسی میکنه، قصد هرگز دفاع از کسی رو ندارم، ولی فقط یه چیز رو خدمتتون عرض کنم. در تمام مدتی که جنگ‌هایی که امریکا با ویتنام میکرد، با عراق کرد، با افغانستان کرد و با جاهای دیگه، و یا همینطور کشورهای اروپایی که جایی که حمله میکردن، هرگز شما نشنیدین که یا الان روسیه که واقعا این جنایات در حق اوکراین میکنه، شما هرگز نشنیدین که به اونا خبر بدن شما برین، ما میخوایم 2 ساعت 3 ساعت دیگه اینجا رو مثلا بمبارون کنیم، به خاطری که از همونجاست که موشک داره برای ما میاد. با تمام این تفاصیل، خب این افراد بسیار متاسفم که خود چند تا مصاحبه که از خود غزه مصاحبه شده، که گفتن که این افراد ما رو نمیذارن بریم بیرون، ما رو نگه میدارن و اگرم بخوان برن افراد رو میکشن. یعنی شما این اطمینان خاطر داشته باشین. من از اینکه انسانی کشته میشه از هر طرف بسیار متاسفم. ما این همه زجر میکشیم که یه بیماری رو نگه داریم زنده بمونه، حتی اگر هرچقدر سن داشته باشه، ولی این کشت و کشتار به هیچ وجه درست نیست. اگر اون آدمایی که خودش رؤساشون که تمام در کشورهای بزرگ با میلیاردها دلار ثروتی که دارن، افراد زعمای قوم حماس و همینطور بعضی از افراد فلسطینی که خب اونا خیلی کمتر به بهترین نحوی زندگی میکنن و بقیه در بدبختی، شما نگاه کنین، اگر این افراد انسانیت داشتن برای جلوگیری از کمک، خودشون رو به سازمان ملل به یه جایی تحویل میدادن، در نتیجه جنگی هم اتفاق نمیافتاد و مسئله ای ایجاد نمیشد. و امیدوارم که هر چه زودتر این مسائل به یه صورتی حل شه. در این مسئله گله‌ای دارم از همکیشان بسیار عزیز خودم همینطور، که تحت تأثیر یک سری از تبلیغات که واقعا از طریق جمهوری اسلامی میاد نشین. به هر حال یادتون باشه منی که الان دارم در اینجا برنامه زنده اجرا میکنم، خیلی از چیزها رو ممکنه یا یادم بره یا اشتباه بکنم یا مسائل رو به یه صورتی بگم که اون چیزی که منظورم بویس نبوده. من حداقل اینه به جرأت میتونم بگم که تلویزیون های ایرانی، رادیوهای ایرانی هرگز کوچکترین کاری رو که برخلاف انسانیت باشه من در تمام مدت از این افراد ندیدم. و دوستان بسیار عزیزی که چون خودم شاهدم که وقتی که کوچکترین اتفاقی می افتاد، آقای دکتری که حالا شاید دلشون نخواد اسم بیارم، در رادیو اولین چیزی صحبت میکردن، یا افراد گردان به حساب کسایی که برنامه گذارانی که و گویندگان و برنامه سازان و همه این چیزای این تلویزیون ها، اخباری رو واقعا خیلی وقتا برای اینکه کاملا روشن بشه از جاهایی میگرفتن که و حتی به من زنگ میزدن که آیا اینو تو هم شنیدی یا نشنیدی یا اینطوری. هرگز این افراد کوچکترین اقدامی بر علیه کسی نکردن، در تمام مدت از انسانیت و انسان بودن حرف زدن. شما حالا چون من الان تلویزیون پارسم، دوست بسیار عزیزم علیرضا میبودی رو ببینین، وجدانن و شرافتمندانه به جز برای حفظ مردم ایران
و برای اینکه سلامت باشن شما هرگز از ایشون هیچ چیزی رو نشنیدین، هرگز توهینی از این آدم نشنیدین، ولی خب به هر حال افرادی که میان مصاحبه میکنن هر از افراد مختلفن، هر کی یا کسایی که میان روی این خطای مختلف صحبت میکنن ممکنه یه چیزایی رو بگن. شما که همه رو نمیتونیم کنترل کنیم، همه دنیا که نمیتونن کنترل بشن. من استدعا میکنم که ما الان دشمن مشترکی ملت ایران و مردم دنیا دارن و اونم جمهوری اسلامی و افرادی مثل جانیانی مثل افراد حماس. شما ببینین لبنان، ببینین چطوری این بدبخت ها رو واقعا گروگان گرفتن، یا خود ملت رو. حتما شما این آمار رو دیدین که افراد داخل غزه 1.7 بیشتر درآمد دارن از حد متوسط ملت ایران. ملت ایران با اون همه منابع بزرگ و بیش از حدی که داریم و پنجمین، اول میگفتن هفتمین، الان میگن پنجمین کشور ثروتمند دنیا هستیم، بعد انقدر بدبخت و بیچاره و گشنه داشته باشیم. میگن آب در اونجا نیست، مگه آب در خوزستان هست؟ مگه آب در جای دیگه هست؟ شما توجه داشته باشین که زمانی که آدما بر اتفاقی واسهشون میفته، این مسئله گرفتن انتقام یا هر چیزی زمان میخواد تا یواش 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 یکم به حساب آرومتر بگیره. و من مطمئنم علت اساسی که تا به حالم این جنگ زمینی آغاز نشده برای همینه، چون اگر که این جنگ زمینی که آغاز بشه تعداد افرادی که از هر دو طرف کشته میشن وحشتناک خواهد. ولی تفاوت بسیار زیادیه بین افرادی که به جون افراد ملت خودشون، حتی به یه مرده خودشون اینقدر احترام میذارن که حاضر میشن یه مرده بگیرن 1000 زندانی آزاد کنن، با افرادی که جلوی افراد میگیرن که کشته بشین که به مقصود خودشون برسن و اینکه فکر میکنن که به بهشت میرن. خانم آقایون، هیچ کسی با کشته شدن و یا کشتن کسی دیگری به بهشت نخواهد رفت. هیچ کسی با این جنایات نمیتونه آسایش و آرامش داشته باشه. و واقعا چطور این آدمایی که این جنایات در حق ملت ایران کردن، افراد این همه جوان رو کشتن، چطوری میتونن برن بچه خودشون رو بغل کنن، بچه خودشون رو ببینن، جوان خودشون رو که جز همین افراد هستن و اصلا نگاه کنن؟ اطمینان داشته باشین، اطمینان داشته باشین، افرادی که تیراندازی کردن ایرانی، اگرم ایرانی بودن، ایرانی که در ایران تربیت شده نبودند. این افراد افراد بودند که در تمام دوران زندگیشون دشمن ایرانیان بودند. من از شهر نهاوند میام، تپه‌ای هست، یه دهی هست در اونجا به اسم کله خون. کله خون در زمانی که عرب به هر حال با خیانت که به یزگرد میشه و به حساب قلعه رو باز میکنن، تمام افراد در اون جا میبرن و به این دلیل بهش میگن کله خون که تمامش فقط خون ازش میومده و در اونجا فقط و فقط گیاهای که سبز میشه، گلای وحشی بسیار خوب، فقط برای چراگاه و برای عسل پرورش دادن. که من چون مرحوم پدرم در اونجا هم یادمه که مرتب از اونجا عسل و به چیز برای ما می آوردن و بعدم برای جای دیگه می فرستادن. شما این کله خون حتما ببینید، بپرسید ببینید چه جوری بوده. رفتاری که در اینجا شده شما توجه داشته باشین، کشت و کشتار به هیچ وجه نمیتونه که جوابگوی این باشه که ما آزادی خواهیم داشت، ما آزاد خواهیم بود. داشت صلح انجام میشد، همه چیز داشت انجام میشد. علت انتخاب نتانیاهو که و این هاردلاینر و این افرادی که متاسفانه متعصبین مذهبی و یه گروهی از
افرادی که از شوروی سابق یا روسیه اومدن، علت اساسیش شخص احمدی نژاد بود. در اون زمان 100% گروه دیگری که قبلا هم بودن و بسیار هم داشتن صلح میکردن، جونش هم رابین در این جهت گذاشت، پرز، رابین، باراک و خیلی افراد دیگری که واقعا همه کاری داشتن میکردن، با کمال تأسف جمهوری اسلامی بود. این علتی که صلح نمیشه قبول داشته باشین. من به هر حال یه مقدار خیلی زیادی به دلایلی که در کارهای اجتماعی بودم و هستم و تا زمان آخری نفسم خواهم بود، به وجدانم قسم میخورم که این افراد 100% داشت صلح بسیار درستی انجام میشد. من سال 1970 به اسرائیل رفتم برای درمان بیماری خونی که داشتم بعد از اینکه کرونفنیکول خورده بودم که دفعه پیشم فکر کنم عرض کردم و مغز و سخونم از کار از بین رفته بود که هنوزم گلوبولای سفید من بیشتر 2000-2500 نمیشه و رفته بودم برای درمان و تقریبا تمام مناطق اشغالی رو من معمولا با یه کسی میرفتم، حالا یا بیشتر اغلب اوقاتم دو نفر بیشتر نبودیم که میرفتیم. هرگز نه در مناطق اشغالی کسی توهینی میکرد به جز مهر و محبت و دوستی، کاری نمیکردن. میومدن کارشونه میکردن در اسرائیل، پولشونه میگرفتن، همون مشروب فروشی ها بود، موزیک بود، نمیدونم، همه چیزی که درست مثل که در ایران بودیم اون مناطق بود. چون من تقریبا چیز همون الخلیل که قبر حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب و خیلی کسای دیگه است و تقریبا به جرات میتونم بگم که تقریبا تمام مناطق اشغالی و جولان همه اینا رو من رفتم. هرگز کسی با هم دیگه رفیق بودن تا زمانی که گروهی که به عنوان رهبر اومدن و پولاری که میگرفتن فقط برای خرج خودشون. قطعا خبر دادین که زمانی که یاسر عرفات فوت کرد، خانم ایشون چه رقم پولی رو گرفت که بقیه‌ش حاضر نشدن به حتی به فلسطینی‌ها بدن. در این مدت که بین کشورهای عربی و اسرائیل آشتی شده بود، بسیار گشایش پیدا شده بود در رابطه بین داخل این قسمت ها و کشور اسرائیل. تعداد بسیار زیادی کارگر، به طوری که در حدود بین 25 هزار تا 50 هزار کارگر از غزه می اومدن و حدود 2000-2500 دلار در ماه درآمدی داشتن که برای کار کردن در مزارع یا ساختمانه و چیز کار می کردن. و توجه داشته باشین که 16 از 120 نماینده، 16 نماینده فلسطینی در اسرائیل هست. توجه داشته باشین که تعداد میلیاردرای فلسطینی در دنیا رقمش قطعاً از تعداد میلیاردرای ایرانی 10 برابر بیشتره، واقعاً بیشتره 10 برابر. آمار بگیریم ببینیم. این چیزایی که گفته میشه رو اجازه بدیم که برسیم به اینکه چطوری میتونیم ملتمون رو آزاد کنیم، چطوری این دوستی انجام بگیره، چطوری داستان اصلا فلسطین، اصلا فلسطینی که وجود نداشته، این بعد از عثمانی که تمام اینجا رو گرفته و بعد به هر حال بعد از اونم انگلیس که میاد و اینجا رو میگیره، بعد یه قسمت رو به عربستان میده، یه قسمت رو به عراق میده، یه قسمت رو به اردن میده، یه قسمت رو به لبنان میده، یه قسمت رو به جای میده، این قسمت هم میگه آقا جون مال شماست. و اینا قرار بر این بود که با هم دیگه زندگی بکنن، با هم دیگه کار بکنن. با کمال تأسف خب این انجام نشد. نه اینکه بگین این واقعا مقصر، من نمیتونم بگم که یه طرفه بوده یا دو طرفه بوده یا چیزی بوده، ولی میتونستم با هم
الانم داشت انجام میشد، الانم صلح انجام خواهد شد اگر دولت جمهوری اسلامی و حزب الله، همین حماس و افراد شروری که در کشورهای مختلف، واقعا این جنایتکارانی که در کشورهای مختلف هستن، بذارن که این صلح انجام بگیره. شما توجه داشته باشین به مجردی که صحبت از این بود که عربستان با اسرائیل امکان اینه داره که کاری انجام بدن و بعدم قرار بر این بود که مناطق غرب و غزه، البته یه چیز خدمتتون عرض کنم، این که میگن غزه در محاصره بوده، غزه یه طرفش به اسرائیله، یه طرفش به مصر، یه طرفش به دریاست. با توجه به اشکالاتی که داشتن و در غزه و بعد از که غزه رو اشغال کردن، تعداد بسیار زیادی از این چیزای از مناطق کشاورزی که درست کرده بودن، مناطق صنعتی که درست کرده بودن، همه اینا رو برای غزه گذاشتن که شما بیاین اینا رو استفاده کنین. نمیدونم خبر دارین ندارین، تمام اون اسباب وسایل رو در آوردن و اونجا رو شخم زدن کردن برای همین مسائل که به حساب جنگ پروری و تروریست پروری و اون مسائل رو فروختن یا هر کارش کردن، نمیدونم. الانم اسرائیل اونجا رو فقط به دلیل اینکه بتونه دفاع کنه، و این ثابت شد به مجرد که اینا تعداد زیادی از افرادی که دورشون برده بودن و سکیوریتی به اون صورت نبود، یک باره این جنایات انجام شد. اگر اون جنایات انجام نشده بود که کسی با کسی کاری نداشت، کسی که نمیخواست، و قرار بود که عربستان سعودی و کشورهای عربی قشنگ همه کارا رو به خوبی انجام بدن. و من امیدوارم که مطالبی که عرض کرده باشم که از خلوص نیت و از روی صمیمیت گفته باشم، در این دوستی همیشگی که بین همه ایرانیان بوده کمک کرده باشه. و استدعا میکنم از هیچ طرفی به طرف دیگه سعی نکنین که همدیگر رو تحقیر کنین و یک چیزایی رو بهشون تحمیل کنین. وقت من تمام شده، شب و روز شما عزیزان بخیر. متاسفم که برنامه پزشکی رو امروز انجام ندادم و امیدوارم که زمان دیگری بتونم، چون تصمیم داشتم که در مورد خودکشی، به خصوص با توجه به اینکه این جوان عزیزی که در شیراز خودشو کشته، صحبت کنم که یه دفعه این مسائل چون خیلی شلوغ پلوغ شده در شهر لس آنجلس، این مطالب خدمتتون عرض کردم. شب و روز شما همگی بخیر، با آرزوی صلح و صفا در سراسر دنیا. یک وکیل، یک ایالت.